درود دوستان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. درس 13 از کتاب استودیو د در مقطع آنس رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. اما بیدرنگ میریم سراغ ادامه درس دوم. در تمرین 4 تا تمرین 4 رسیده بودیم. نومافیا گگنشتند بنینن، یعنی اشیا رو نامگذاری کردن. لزنزی دیویتا وسکننزی، کلمات رو بخونید کدوم رو میشناسید. من شماره ها رو براتون نوشتم، میتونید خودتون بعدن با اشکال مقایسه کنید که در فهم بهتر لغات شما رو کمک میکنه و این تمرین بسیار خوبی هست برای تمرین به عنوان تلفظ که خیلی از شماها از من خواسته بودید. بنابراین شما الان خیلی خوب گوش بدید، هر لغتی رو که من تلفظ میکنم استوب بزنید و خودتون چند بار تکرار کنید. شروع میکنیم. دی کاید، گچه تخته. دی تافل، تخته. دی شوام، تخت پاکن. دس پاپیا، کاغذ. دی تش، میز. دی شتول، صندلی. دی کامپیوتا، کامپیوتر. دی سیدی پلیر، سیدی پلیر. دی لامپ، چراغ. لامپ. داس کورس بوخ، کتاب آموزشی. دی تاشه، کیف. دی فولا، خودنویس جوهردار. داس ویتا بوخ، دیکشنری، فرهنگ لغت. داس لن پلاکات، پلاکات آموزشی. دی بلایشتفت، مداد. دیا رادیاگومی، پاکن. داس هفت، دفتر. دیا ویدو رکوردا، ویدو رکوردر. دیا فنزه، تلویزیون. داس هندی، موبایل، هر نوع گوشی بدون سیم. دیا کولی، خودکار. دیا اوورهد پروژکتور، پروژکتور. نومر 6 که ورد اکسنت ها هست کاری به اون نداریم. نومر 7 گگنشتند این کورس خاوم، اشیا در کلاس زبان، کلاس درس. فرگن زی ایر پارتنرین، ایرن پارتنر، پارتنر هم کلاسی پسر، پارتنرین هم کلاسی دختر. همکلاسی پسر یک اسفنج، یک تخت پاکن رو دستش گرفته و میگه وی هایست داس آف دویچ. پارتنرینش داره بهش میگه که اشوام. دیگر پارتنرینش بهتر جواب میده و میگه دی اشوام، با آرتیکل میگه. و شما، توصیه من این هست که هیچ اسمی رو بدون آرتیکل یاد نگیرید، چون که به هر حال میدونید در بخش کنیوگاتسیون های اسامی در حالت کاسوس ها آرتیکل ها صرف می شوند و دچار تغییر می شوند و شما اگر آرتیکلی رو از اسمی رو ندونید چطور می خواهید در حالت مثلا داتیو اون آرتیکل رو صرف کنید؟ خب نمیشه. و یه مبحث دیگه در مورد ترجمه تلفظ، البته حرف غ به زبان آلمانی و یا همون ار یا ر. خیلی از شماها رو من شنیدم میگید غ. به عنوان مثال ایق پارتنق، پارتنقین، ایقن. خیلی اشتباه است. شما اگر براتون سخته که حرف غ، یعنی یک چیزی بین غ و خ که میشه غ
اگه براتون سخته که این رو بگید، خب نگید و به لهجه جنوب آلمان، به لهجه بایرشی همون ر رو بگید. هیچ مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره و اصلا اشتباه هم نیست. ر رو به لهجه بایرشی بگید خیلی بهتر از این هست که ق رو بگید به هیچ لهجه و هیچ زبونی از کشور آلمان و یا کشورهای آلمان زبان. به هر حال این هم یه نکته بود که من چون شنیده بودم از بعضی از زبان آموزای عزیز، گفتم که این نکته رو بهتون بگم. نمبر 2، نومن اون بشتیمت آرتیکل، اسامی و آرتیکل های معین. آرتیکل های معین به سه دسته در، دست و دی تقسیم می شوند. در برای ماسکولینوم یا مذکر، دست برای نویتروم یا خونسا و دی برای پلورال و مؤنث یعنی فمینینوم، یعنی حالت جمع و مؤنث از دی استفاده میکنیم. نمبر 1، آرتیکل ایم ورتابوخ فیندن، یعنی آرتیکل ها رو در دیکشنری پیدا کردن. شرایبن زی دی ورتا این دی تابل، کلمات رو بنویسید در یک جدولی. خب ما در اینجا نحوه استفاده به ورتا بوخ ها رو برای آرتیکل ها بهتون بگیم که شما اگر از ورتا بوخ ها دیکشنری ها استفاده کردید دچار مشکل نشوید. یک سری از ورتا بوخ ها هستن که اسم رو می نویسند و بعد از آن خود آرتیکل اسم رو هم می نویسند و حتی اسم رو هم بخش بندی می کنند. شما در دبستان قطعا یاد گرفته اید که اسامی رو بخش می کردیم. او تو دو بخشه. با کشیدن یک خط بین دو تا بخش نشون میدیم که این اسم دو بخشیه. به هر حال به کار ما نمیاد و مهم هم نیست. آرتیکل را هم که اینجا می نویسند، اما بعد از آرتیکل ما دو تا اس داریم اینجا. در تمامی ورتا بوخه ها، حالا چه آرتیکل را بنویسند چه ننویسند، این دو تا داستان رو شما اینجا خواهید دید. اس اولی مربوط به گنتیف هست، اس دوم مربوط به حالت جمع است. ببینید آوتوز گنیتیو، آوتوز جمع و یا کمپیوتا. ببینید در رو نوشته آرتیکلش، اس اولی مربوط به گنیتیو کمپیوترز و دومی خط تیره زده، یعنی در حالت جمع برای کمپیوتا ما چیزی اضافه نمی کنیم. یعنی چی این خط تیره؟ این به معنای این نیست که حالت جمع ندارد، دارد اما چیزی به آن اضافه نمی شود. و جمع دی کمپیوتا دی کمپیوتا هست. اما دسته دیگری از ووتا بوخ ها اینه که اسم رو می نویسن اما قبل از اسم آرتیکلش رو هم می نویسن، یعنی حالت کاملا نرمال رو می نویسند، باز هم داخل این براکت نحوه تلفظ رو می نویسند. کاری به این نداریم. در دوتای بعدی خط تیره اولی که مربوط به گنتیوه و میخواد بگه که حالت گنتیوش همون تاشه میشه و یک ان اضافه کرده، در حالت جمع تاشه ما تاشن هست. اما در ورتابوخ های دیگر که مرسوم تر هم هست، از پرفیکس آرتیکل ها استفاده می کنند. یعنی تش رو می نویسند به عنوان مثال و کنارش یه ام می زنند. این پرفیکس ماسکولینوم میشه، این مخفف مذکر هست. داخل پرانتز اس گذاشته و اس اولی که مربوط به چیه؟ بله گنتیو، یعنی میشه تشس. و ای دوم که مربوط به حالت جمع هست، یعنی تیشه. اما توا اینجا اف گذاشته، یعنی
مؤنثه، یعنی فمینینومه. خط تیره گذاشته، گنتیوش دچار تغییر نمیشه. ان گذاشته یعنی در حالت جمع، یعنی پلورال ما تیورن داریم. و هاوس هم به همین صورت، ان نویتوهوم خونسا، هاوسس در حالت گنتیو و هویزا در حالت جمع. این خط تیره و دو تا نقطه بالاش یعنی اینکه ما املاوت داریم در حالت جمع و این املاوت رو روی حرف آ میگذاریم. این شد نحوه استفاده از ورتابوخ ها برای آرتیکل، برای گنتیو و برای جمع. گراماتیک میخواد سه دسته آرتیکل ها رو بگه در حالت بشتیمت و به شما میگه که خب به هر حال اسامی رو همینجا بنویسید زیرش، از همین تابلهی که اینجا تعبیه شده. در، در کمپیوتر، در تش، دس، دس آوتو، دس هاوس، دی، دی تور، دی تاشه. نمبر 2، اولین تمرین شما در درس دوم، mit der Wörter Liste von Studio der Arbeiten، یعنی کار کردن با لیست لغات از استودیو ده. میگه که از صفحه 8 تا صفحه 15 رو چیکار کنید؟ اسامی رو 12 تا اسم از صفحه 8 تا 15 ما اینجا نوشتیم. میگه که آرتیکل هاشو پیدا کنید در لیست در صفحه 231. finden Sie die Artikel in der Liste auf Seite 231. اما توصیه من این هست که به صفحه 231 کتاب نگاه نکنید و خودتون این آرتیکل ها رو بنویسید. قرار نیست من به شما نمره بدم. شما خودتون این هاوس آف گابه که من به شما میدم به خاطر این هست که خودتون رو بیازمایید، نه اینکه تمرین ها رو از به عنوان مثلا صفحه 231 حل کنید ببینید و اینجا بنویسید. و یا خب پی دی اف تمرین ها هم هست دیگه برای این کتاب. خب ارزش نداره و دردی رو دوا نمی کنه، راه حلی هم نیست برای یادگیری شما. شما باید خودتون بنویسید ولو این که اشتباه باشه. اتفاقا تمرین های اشتباهی که شما حل می کنید در واقع پلیست برای یادگیری اون تمرین که دیگه شما دچار اشتباه نشوید. نمبر 3، آرتیکل لرن تیپس، تیپ های یادگیری برای آرتیکل ها. لرن تیپ 1، ورتر اون بیلدر فربیندن، یعنی یک ارتباط برقرار کنید بین کلمات و عکس ها. آرتیکل گشیشتن آستنکن، آرتیکل گشیشتن یعنی داستان های آرتیکلی. داستان های آرتیکلی رو بسازید. به عنوان مثال گفته این فیلم این کپف، یک فیلم در سر. خب اینجا اومده از دو تا اسم استفاده کرده، اولی رو از اون بشتیم تا آرتیکل و دومی رو از بشتیم تا آرتیکل، یه فیلمی در سر. ولی اومده هر دو تا اسم رو با آرتیکلشون به کار برده. به عنوان مثال در لوه و در ویدو رکورده، شیر و ویدو رکوردر. شیر نر دی لوه، شیر ماده دی لووین. حالا من فکر کردم و این رو نوشتم، دی لوه ایست اینن ویدو رکوردر. با توجه به این عکس میگم که شیر نر یه دونه ویدو رکوردر رو میخوره. یا به عنوان مثال داس هاوس داس آوتو، خونه و ماشین. خب اینجا خودش اومده فکر کرده، گفته خب ماشین میزنه به دیوار خونه. من این جمله رو نوشتم، das Auto prallt gegen einen Hauswand، همینی که الان بهتون گفتم، یعنی ماشین به دیوار خونه اصابت میکنه. برای دیتاشه و دی لامپه هم شما میتونید اینجا برای خودتون یه دونه ایده بسازید. مثلا چراغ یا لامپ درون تاشه هست و از این طریق میتونید این آرتیکل ها رو
یاد بگیرید. این یه نمونه از یادگیری آرتیکل ها هست. یه نمونه دیگه از یادگیری آرتیکل ها این هست که با رنگ ها کار کنید. مثلا دفیلا ماسکولین رو آبی بزنید، دست هاوس این رو آبی کم رنگ تر بزنید و از این قبیل. لن تیپ درای نومن ایمان میت آرتیکل لنن، همیشه اینی که من بهتون گفتم اسامی رو با آرتیکل ها یاد بگیرید. خب دوستان عزیز، این هم از درس امروزمون. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کانال سابسکرایب رو هم فشار بدید که بحث آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. پس تا جلسه آینده، چوز.